سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اگه این علائم رو دارید، بدنتون تعادل هورمونی نداره. تو این ویدیو قراره بهتون نشانه های خاموش عدم تعادل هورمونی رو بهتون معرفی کنیم. همچنین غذاهایی که میتونه این تعادل رو نظم بخشه رو بهتون معرفی میکنیم. قبل از دیدن این ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما دکمه زنگولک کنار سابسکرایب رو بزنید. با افزایش سن مردان، تغییر چشمگیری در توانایی بدن اونها در تهیه تولید DHEA و تستوسترون و همچنین آندروژن صورت میگیره. این شرایط به کاهش سطوح تستوسترون در دهه چهارم زندگی و سالهای بعد از اون در مردان منجر میشه. حدود 20% از مردان در دهه ششم زندگی خودشون و 50% از مردان 80 ساله و پیرتر افت قابل توجهی در سطح تستوسترون رو تجربه میکنن. حالا علائم عدم تعادل هورمونی چیا هستش؟ شماره 1، کاهش میل جنسی. از اونجایی که هورمون تستوسترون مسئول حفاظت از فعالیت‌های جنسی، مردانی که آندروپوز رو تجربه میکنن شاهد کاهش میل جنسی میشن. اگه شما در دوره‌های پر استرس و فشار پریشان هستید، میل جنسی ممکنه کم بشه. و به دلیل اینه که استرس میتونه سطوح هورمون‌های شما رو مختل کنه. شریان‌های شما میتونه در زمان استرس محدود بشه. این محدود شدن جریان خون رو محدود میکنه و به طور بالقوه باعث اختلال نوز میشه. تکنیک‌های مدیریت استرس مثل تمرینات تنفسی، مدیتیشن و صحبت کردن با یه درمانگر ممکنه کمک کننده باشه. شماره 2، افسردگی. از اونجایی که تستوسترون در تنظیم خلق و خو نقش داره، کاهش سطوح این هورمون در مردانی که آندروپوز رو تجربه میکنن میتونه به افسردگی منجر بشه. افسردگی تمام قسمت‌های زندگی یا فرد رو تغییر میده. افرادی که افسردگی رو تجربه میکنن دچار کم توجهی کامل یا به فعالیت‌هایی که قبل برای اونها لذت بخش بودن، از جمله فعالیت جنسی، کم توجه میکنن. مورد بعدی، انرژی کم. تستوسترون بازیگری کلیدی در سطوح انرژی مردانه. بر همین اساس تغییرات هورمونی در مردان طی آندروپوز از جمله کاهش سطح تستوسترون به افت سطوح انرژی منجر میشه. به خواب رفتن سریع بعد از صرف یه وعده غذایی از جمله نشانه های انرژی کم در این افراده. مورد بعدی، بیخوابیه. اگه فکر میکنید سطوح پایین انرژی همواره به خواب فراوان منجر میشه، الزاماً چنین شرایطی رخ نمیده. سطوح پایین تستوسترون میتونه به انرژی کم و بیخوابی در مردان طی فرایند آندروپوز منجر بشه. یکی از عملکردهای تستوسترون در مردان تنظیم خوابه. از این رو مردانی که آندروپوز رو تجربه میکنن و سطوح تستوسترون اونها افت میکنه، ممکنه با اختلال در خواب و بیخوابی مواجه بشن. هنگامی که سطح تستوسترون شما کمه، ممکنه در طول شب با بیخوابی و بی‌حوصلگی مواجه بشید. مورد بعدی، پوکی و استخوانه. از اونجایی که تستوسترون در حفظ تراکم استخوانی نقش داره، آندروپوز میتونه به شکل‌گیری استخوان‌های شکننده تر منجر بشه و خطر ابتلا به پوکی استخوان افزایش پیدا کنه. مطالعات زیادی پیوند مستقیم بین سطوح پایین تستوسترون و پوکی استخوان نشون داده. مورد بعدی، تجمع چربی شکمی. هنگامی که سطح تستوسترون بالا، تجمع چربی در قسمت شکم اندکه. با این وجود به واسطه تغییرات هورمونی در مردان طی آندروپوز، چربی بیشتری در این قسمت جمع میشه. چربی شکمی فضا برای تولید هرچه بیشتر آنزیم آروماتاز رو فراهم میکنه که تستوسترون رو به استروژن تبدیل میکنه. تغییر در تعادل تستوسترون و استروژن هرچه بیشتر باشه، سطح تستوسترون رو کاهش میده و به تجمع چربی شکمی بیشتر منجر میشه. در نتیجه چربی شکم هم نتیجه و دلیل تستوسترون پایینه. نشانه های دیگه هم وجود داره، مثل بزرگ شدن پستان، کاهش اعتماد به نفس و انگیزه، حافظه و تمرکز ضعیف، کاهش در نوز، عصبانیت و تحریک پذیری، خستگی و کاهش تحمل، کاهش اندازه و قدرت عضلانی، کاهش تعداد اسپرم، کاهش گلبول های قرمز. حالا چگونه با تغییرات هورمونی در مردان مقابله کنیم؟ با افزایش سن مردان، کاهش سطح تستوسترون اجتناب ناپذیره. با این وجود اگه با اختلالاتی جدی در زندگی خودتون مواجه شدید، به پزشک مراجعه کنید و یه انجام آزمایش خون رو برای بررسی سطوح تستوسترون تجویز میکنه. حالا خوراکی هایی که به تعادل هورمونی کمک میکنه چی هستن؟ شماره 1، سویا. سویا هورمونی به نام ایزوفلاون داره
که با توجه به خواص شبه استروژن مخالفانی در محافل عمومی داشته. واقعیت اینه که در واقع میتونه یه ماده بسیار خوب باشه. یک متاآنالیز بر روی 51 آزمایش کنترلی تصادفی نشون داده که اضافه فلاونهای رژیم غذایی مانند اونایی که در سویا یافت میشه تعداد گرگ گرفتگی های زنان رو بدون هیچ گونه عوارض جانبی جدی کاهش میدن. یکی دیگه از متاآنالیز هایی که بیش از 6000 زن رو دنبال میکنه نشون داده که مصرف ایزوفلاون ها و سویا و حتی فیتواستروژن ها موجب کاهش گرگ گرفتگی و خشکی واژه میشن. مورد بعدی بروکلیه. سبزیجات شلیپایی و کلمی مانند بروکلی غنی از موادی هستند که وقتی شکسته میشن میتونن متابولیسم و هورمون‌های خاصی ایجاد کننده بیماری رو تغییر بدن. تحقیقات نشون داده که مصرف زیاد سبزیجات کلمی مثل بروکلی با کاهش خطر سرطان ریه و کلورکتال همراهه. آیا نباید طرفدار این گل‌های کوچکی سبز شد؟ میتونید این مواد رو از گل کلم، کلم پیچ و کلم بروکلی دریافت کنید. مورد بعدی نخوده. ویتامین های B مثل B6 و فولاد نقش مهمی در متابولیسم انتقال دهنده عصبی ایجاد می کنند، مثل سروتونین و دوپامین که می تونه شادی ایفا کنه و تحقیقات اولیه شروع به بررسی نقش اونها در کاهش علائم افسردگی هورمونی کرده. بیش از نیمی از B6 و 70% از فولاد توصیه شده در یک فنجان نخود وجود داره که میتونه بر روحیه شما اثر بذاره. میتونید از نخود در تهیه سالاد، سوپ، پوره و هوموس استفاده کنید و از اون لذت ببرید. مورد بعدی آلبالوه. آیا به خواب بیشتری احتیاج دارید؟ ممکنه آلبالو به شما کمک کنه. این میوه غنی از ترکیبات شیمیایی فعال مثل ملاتونین، هورمون خواب طبیعیه که زمانی که به رخت خواب میرید افزایش پیدا میکنه. یه مطالعه نشون داده که مصرف آب آلبالو باعث افزایش ملاتونین و در نتیجه باعث افزایش طول کیفیت خواب در مردان و زنان میشه. مورد آخر، سینه مرغ. همیشه از غذاهای سالم استفاده می کنید اما باز هم احساس گرسنگی می کنید. کمی مرغ غنی از پروتئین رو به وعده های غذاییتون اضافه کنید. تحقیقات نشون داده که رژیم های غذایی با پروتئین بالاتر باعث ترشح هورمون سیری مثل لپتین میشه که به ما کمک می کنه تا به مدت طولانی تری احساس سیری کنیم. همچنین ممکنه بر هورمون های آنابولیک مسئول ایجاد ساختار عضلانی بعد از جلسات تمرینی تاثیر بذاره. اگه به گوشت مرغ علاقه ندارید و یا گیاهخوار هستید، به راحتی میتونید خودتون رو با ماهی، گوشت گاو، لوبیا، حبوبات یا محصولات لبنی سیر کنید. این رو هم باید بدونید که به طور میانگین سطح تستوسترون در محدوده بین 2.7 و 17.3 نانوگرم در میلی لیتر برای مردانی که در بازی سنی 20 تا 49 قرار دارن و بازی 2.1 تا 7.6 نانوگرم در میلی لیتر برای مردان 50 ساله و پیرتر قرار داره. نظراتتون رو در قسمت کامنت برای ما بذارید. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.